نماز درمان دردهای بی درمان. چی کار میکنه نماز؟ طمع تو از دنیا میبره، طمع تو میندازه به خدا. دوستان قبول دارن نماز با آدم این کارو میکنه؟ یا من باید توضیح بدم که چجوری نماز بخونیم که این کارو بکنه؟ توضیح بدم. پس یعنی شما قبول ندارید که نماز این کارو میکنه. آقای بهجت یه راه حل داره که چجوری نماز بخونیم این کارو بکنه. حاج آقا میخوای بگی نماز با توجه؟ ما از اون عارفاش نیستیم ها، بخوای همون حرفا بزنیم؟ نه بابا، ما هم خودمون همون عارفاش نیستیم. میخوای بگی نماز مثلا با آداب مفصلش و مستحباتش و پیاز داغ و کوبیده اضافی و اینا؟ ما وقت نداریم، ما اونجوری نمیتونیم بر خدا مایه بذاریم. نماز چجوری باشه ما میتونیم بهترین نتیجه رو ازش بگیریم؟ بهترین نتیجه رو، همه نتایجی که میخوای از نماز داشته باشی. اول وقت باشه. از آقای بهجت پرسیدن اول وقت با توجه هم باشه؟ بود نه، همین نماز معمولی. حالا حسن اول وقت بودنش چیه؟ این که گفتم توضیح بدم یعنی این، چرا نماز اول وقت اینقدر آدم و آدم میکنه؟ رفقا اول وقت میدونی یعنی کی؟ اول وقت یعنی این، خدا نگاهت میکنه میگه ملائکه من، میفرماد ملائکه من این بندم بذارید یه چند ساعتی زندگی بکنه. داری زندگی تو میکنی، امتحانهای مختلف، درگیری های مختلف، یه دفعی درگیر یه موضوع ساده ای میشی، یا پیچیده، یا استراحت، یا درس، یا تجارت، یه لحظه ای که خدا میدونه. میگه میفرماد یکی بره الان از آن بگه، الان همه الان از آن بگید ببینم میاد ول میکنه اونو بیاد یا نه. چرا خدا الان؟ الان این توی شرایطیه که باید ول کنه بیاد. الان از آن بگو. ای حاج آقا از آن سیاره، سیاله، زمان مشخصی نداره. آره از آن زمان مشخصی نداره، از من قبول کن. نگاه میکنه، نگاه میکنه، میگه این داره زندگیشو میکنه، این الان گرسنشه، حالا تو یه روز تو گرسنگی میگه الان از آن بگو، گرسنته، میگه الان از آن بگو، بگو بگو ببینم. ول میکنه بیاد نماز. این ول کنه تمومه، خیلی چیزا رو برده. از آن وقتش ثابت نیست، دوستان دقت کنن، از آن وقتش ثابت نیست، خدا تشخیص میده از آن هر کسی کی باشه. بعد اون میدونه دقیقاً کی از آن بگه، حال بد تو رو بگیره، حال خوب بهت بده. خدا استاد اخلاقته، خدا مربی عرفانته. ای خدا واقعا اینجوریه؟ بله اینجوری. تو اگه پیش آقای بهجت بودی چی کار میکرد؟ آقای بهجت مگه با همه چی رو خبر داشت؟ تو لحظه دفعه میگفت مثلا فلانی. حضرت آیت الله حق شناس داشت از درس برمیگشت، رفقا همینجوری وایساده بودن خداحافظی میکردن، بعد از نماز بود یه دفعه یکی رو صدا زد گفت آقای فلانی شما خانومت هر چی بهت فحش داد هیچی نگی. یا حاجا ما مشکل نداریم با خانوم. اون رفت خونه، دید آقا یه مصیبتی به وجود اومده، تمام فک و فامیلاش هم جمع شدن، خانومه شروع کرده به فحاشی، سر تا پاشو شست گذاشت کنار، میخواست جواب بده و از کوره در بره و الو بل، یاد حرفای حقشناس افتاد، هیچی نگفت. این هیچی نگفتن زندگیشو برگرد. آقا چقدر خوبه به موقع یکی تذکر بده بدون زندگی آدمو. آقای حقشناس، خدای آقای حقشناس، اون حاضری مربیگری تو رو قبول کنه. میفرماد الان صبر کن، تو زندگی تو بکن، من فقط با نماز درستت میکنم، با زمان نماز، فقط با زمان نماز من تو رو درست میکنم، برو کارتو بکن. حالا از آن بگو، بگو الان، بگو الان، بگو ببینم. خدا میدونه برای هر کسی تو چه لحظه ای از شرایط زندگی اذان رو اعلام بکنه. شما به من برگرد بگو که آقا اینجوری باشه که اذان هر کسی با اذان اون یکی فرق میکنه. میگم اذان هر کسی با اذان اون یکی فرق میکنه. ای خب همه که همون زمان میشه، تو به اونش چی کار داری؟ تو ظاهرا میشنوی که اذان همه یکیه، این اذان فقط مال توه،
تو الان تو این شرایط باید ول کنی بری، تو به یه دلیل، اون به یه دلیل، اون یکی به یه دلیل، اون یکی به یه دلیل دیگه. فقط کافیه تو همون زمان بگی چش، بقیه چیزا رو اون درست میکنه خودش، استاد خدا. این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت به خونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا نه؟ اگه به نماز حضور وقت سوال میکنم که چجوری بخونه نماز، به چه سببی بخونه نماز کامل را. این که چیزی به دست میداد، وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکوینن شیئن فشیئن روز بروز میره بالاتر.